درود. غروب آخرین روز جشنواره ترانه شرق هستش در سمنگان. این آفتاب بسیار زیباست، آفتاب شهریور ماه هست که میبینید و مردم دارن میان، همه مهمانان ویژه هستن دارن میان به تجلیل بشنن. تا دقایق دیگه مراسم شروع میشه، مراسم اهدای جوایز این دوره از جشنواره که در اصل یک رقابت هستش، رقابت دو سالانه بین کشورهایی که به این جشنواره اومدن منتخب شدن و آهنگای اصیل یا محلی متفاوتشون رو خوندن و ارائه دادن برای داوران. یه چیز نمونده که از اینجا بیان و جشن بزرگی برپا بشه که اصلا بی نظیره و بعد جوایزی که اونجا چیده شده رو بدن به هنرمندها. این گل‌های زیبا تقدیم هنرمندان خواهد شد و در این جعبه جوایز هستند. در جعبه یک چیزی است، یک دونه کتیبه است و یک تابلو، اسما را محفوظ کردن. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 جایزه هستش که نقدی هم هست، چون دلار هم می‌بینید. حتی جایزه بشه برای تشویق تا برای که خونو زندگیشون بسازن. و این زیرم یک جایزه دیگه است که باز میشه، فکر کنم بشقابی خواهد بود. اینا رو خواهیم دید. مراسم جوایز. بریم به حیات بزرگ مرکزی ریگستان. ریگستان رو سریع براتون توضیح بدم. این اولین بنایی بوده که ساختن به سبک ایرانی اصفهان ساخته شده، چون زمانی که تیمور لنگ خراج فتوحاتش از دوروبر دنیا آورد، خواست سمرقند رو به یک نگین زیبای آسیای مرکزی تبدیل کنه، نگین راه ابریشم. و البته نوه تیمور معروف به اولوغبیک این مدرسه رو میسازه. مدرسه علوم اسلامی بوده که درس میدادن، بسیار زیبا بود اونجایی میبینین. و اولوغبیک رصدخانه‌ای رو میسازه، رصدخانه معروفیه که باش آسمان رو نگاه میکرده. برای این میتونیم حدس بزنیم که اون زمان، از اون زمان به بعد ستاره ها، کهکشان بسیار اهمیت داشت در زندگی مردم. 300 سال پیش، چند صد سال بعد از اولوغبیک، بهادر یلنگتوش که فرماندار سمرقند بوده دستور ساخته شدن این مدرسه رو میده. مدرسه‌ای که درست مقابل و شبیه بنای اولوغبیک بوده. نکته جالب در مورد این مدرسه اسلامی این نشانیه که اون بالا میبینیم. گفته میشه که این نشان شیر و خورشیده، ولی این نشان پر از رمز و راز هستش. چرا؟ برای اینکه از همون زمان اولوغبیک نگاه به آسمان، به عالم غیب و این اسراری که در طبیعت وجود داره خیلی مورد علاقه بوده و فهم میکنن که اینا تأثیرات خاصی تو زندگی روزمره داره. و اون چیزی که اونجا میبینین در اصل شیر نیست، اون یک ببره و خورشید خانوم رو بالاش میبینیم، ولی ببر عجیبی هم هست، یال داره. این خیلی واضحه، این نشون میده که بهادر در سال ببر در تاریخ چینی یا مغولی که اقوام تیموریان بودن در اون سال به دنیا آمده، سال ببر. ولی ماهش ماه شیر بوده یا مرداد، واسه همین ببر کمی یال داره. و بعدش هم خورشید هم نشونه آفتاب در اون برج خاص هستش. دو تعبیر مختلف برای هست، یکی که نور آفتاب چشم ببر رو کور میکنه تا حدی که آهو بتونه فرار کنه و این نشانه بخت و اقباله. یکی دیگه هم معنی که میگن اینه که این آفتابی که در اون حکومت تابیده و نشون میده که بهادر چند مهم بوده در زمان خودش. بنابراین به این مدرسه میگن مدرسه اولوغبیک، به این مدرسه با اسم اینکه اون ببر هست میگن مدرسه شیردار، و بعد از اون هم طلادار
باز شد که گنبدی از طلا داشته که دیگه نیست. این سه مدرسه ریگستان هستن. میگن روزی رودی رد میشده و خوش شده و ریگهای اون باقی مونده و کنار اون این بناها رو ساختن. این داستان ما بود، ولی مهم اینه که اینجا بعد از 700 سال مرکز موسیقی و هنر و فرهنگ است، جشنواره است. از قرقیزستان هستن. اسم ها؟ Your name? Aybek. Ilaman. و این هم کموز که شبیه کنه چش هست. بابا. حتی سبک نیست. تخت پشتش مثل سنتور و سه سیم داره و این هم ابریشم هستش که به هم بافته شده، چون اینجا بر سر راه ابریشم هستش. و خیلی هم زیبا کار شده. ببینید از اینجا رفته داخل این پشت که کوک بشه و روش زدنشون بسیار زیباست. این دو برادر هستن از پایتخت بیشکک از قرقیزستان، دانشکده موسیقی یاد گرفتن، کارو با هم هماهنگ کردن و جالبه روی دست سیمو میشه بگیریم یعنی آکورد میگیرن این سبک امینی تانا آکورد میگیرن. این روش نواختنشون جدید هستش یا قدیم؟ نه روش خودشونه. پس که واضحه هم سبک قدیمی و سنتی و هم مدرنشون. کار بسیار زیباشون هماهنگی که دارن، مثل کسای دو نفر با هم میرقصن یا شناگران، کارشون خیلی زیباست. فانتاستیک. Thank you very much. Very good. بچه قرقیزستان برگشتن دو تا برادر رو شبیه لشکر شکست خوردن. فکر کنم از خستگی شما آدم انرژیش انقدر خالی میشه روی صحنه، انقدر از آدم میبره نیرو رو که طبیعی این حالت داشته باشن. در این حال یه سری هم خفاش دارن پرواز میکنن، یکیشون اونجا دیدم، ما نتونستیم اینا رو تو فیلم نشون بدیم، خیلی دردناک این هست. اوه یکیشون اونجا.
گروهی که میبینین از استونیا هستن، جای خیلی کوچیکیه در دریای بالتیک اون ور سوئد و شهر بسیار کوچیک و بسیار فعالیه. خیلی از نرم افزارا رو اختراع کردن، اسکایپ رو این کشور اختراع کرده و الان دو نفر به نمایندگی از استونی اینجا هستن، گروه دوو روت. سپاس. اصلا خوابش هم نمیدونم که روزی موسیقی اصیل استونیایی رو بشنوم. حالا اون که هیچ، سازتون هم این قانون خود ماست. این یکی از قدیمی ترین سازهای اصیل استونی هستش که بهش میگیم قانل. البته انواع مختلفی داره، 5 سیمه، 10 سیمه تا 42 سیمه. تو روش سنتی فقط یه نفر اونو میزنه، ولی ما تصمیم گرفتیم با هم بزنیمش روبروی هم و فنای مختلفی رو تو اجرا اضافه کردیم. مثلا با کمان اجرا میکنیم یا با چوب روش میزنیم مثل تب، در حالی که اصولاً فقط با ناخون زده میشه. پس شما کاملا شکل جدیدی بشتنید، خیلی جدید. باور ما اینه که موسیقی سنتی مثل موسیقی سنتی استونی نمیتونه زنده بمونه، مگه اینکه نسل جوون مثل ما بیاد با ابتکارات جدید بهش شکل امروزی بده، یه جوری بهش جون بده. به همین خاطره که موسیقی سنتی ما داره روز به روز محبوبتر و جالبتر میشه. چطور آخه شما که خیلی باید جوون باشین، قطعا زیر 30 فکرم زیر 25 این نه؟ ما 19 سالمونه. شما نوجوانی، البته خب چه بهتر. چطور شد که شما رفتین طرف بازآفرینی موسیقی سنتی و قدیمیتون در حالی که موسیقی پدر بزرگ مادر بزرگاتونه؟ فکر کنم موسیقی سنتی با اجرای جدید برای ما حس و زاویه جدیدی رو با آهنگا داده که قبلا نداشتیم، چون ما میایم اصل آهنگو نگه میداریم ولی با اجرامون کاملا حس شخصی و امروزی مورد علاقمون رو بهش اضافه میکنیم. این یه حس جدیده که توی آهنگهای قدیمی نیاکان ما نهفته بوده و حالا ما داریم دوباره اونا رو زنده میکنیم. و شعرها چی؟ قدیمی ان یا خودتون شعرهای جدید روشون گذاشتین؟ نه، ترانه ها و شعرها قدیمی ان. بیشتر اشعار سنتی ما درباره سرما و گشنگی و تاریکیه. و حتی تلسمای مختلف داریم که مثلا برای دور کردن سرما و زمستون خونده می شده یا وردی که برای دور شدن باران اجرا می شده، ولی امروز ما ورد یا تلسم دور شدن باد رو می خونیم. شما از کجا این ساز اصلا یاد گرفتین؟ ما پیش کسی یاد نگرفتیم، خودمون نوازنده هستیم. ساز بادی و ویالونسل اجرا میکنه، منم تبل و پیانو بلدم. این ساز مال بابام بوده. جالبه که سن این ساز از ما هم بیشتره، 32 سالشه. خوبیش اینه که ما الان کاملا آزادیم که روش‌ها و فنای مختلف سازهایی که بلدیم رو روی این ساز پیاده کنیم و به جای اینکه فقط محدود به روش‌های سنتی باشیم. In a box. Yeah. Fantastic. Great. I want to see your name. Is your name there? Katarina Kivi. Yes. And Anliset Trepane. Great, thank you. خیلی ممنون. Bye. Yeah.
همونطور که قبلا هم گفتم این مراسم هم جشنواره است و هم رقابت که برندگانی خواهد داشت. تنوع سبک‌ها و اجراها و تعداد گروه‌ها خیلی بالا بود. گروه سنی هم طیف پهناوری داشت، از بالای 70 سال تا زیر 20 سال، مثل نوازنده دوتار مهرنگار عبدالرشیدوا، دانشجوی نجوم رصدخانه ملی ازبکستان که 19 سالشه و در این جشنواره شرکت کرد. جشنواره ترانه شرق سال 98 دستور کار این بود که گروه ها به موسیقی ملی و محلی کشورشون وفادار باشن و در چارچوب سنت هاشون نوآوری کنن، که این رو در بعضی گروه ها واضح‌تر و در بعضی گروه های دیگه پنهان‌تر میشد دید. از ایران هم گروهی به طور خودجوش در جشنواره شرکت کرده بود، گروه هرار. بچه های گروه هرای هستن، دختران ایرانی که در جشنواره شرکت کردن و آخرین آهنگ جشنواره دارن اجرا میکنن و از این دیگه باید قضاوت بشن که کی بهترین بوده در بین این 30 کشوری که شرکت کردن روی صحنه. سبک قوچانی میخونن و یادمون نره که پیشتاز چنین سبکی بین خانم ها سیما بینا بود که به شهرها روستاهای مختلف در خراسان شمالی و خراسان رفت و این آهنگا رو جمع‌آوری کرد و دوباره برای ما اجرا کرد و این دختران وارث چنین قنایی در موسیقی ما هستن. گروه هرای در کشورهای مختلفی اجرا داشتن، در روسیه، در گرجستان حتی، و در جشنوارات خیلی چهره آشنایی هستن و منم واقعا فقط اینجا شناخته میشم، احساسم وجود داره و این جشنواره واقعا برای ما فرصت مناسب و ایدئالیه که آدم چیزایی ببینه که بغل دست خودشه ولی نمیشه وجود داره.
بچه جریان چه که همه دختر فواشه تو گروه چی شد اینجوری شد؟ به جز ندا جان، به جز مبینا خانوم، به همه شاگردام بودم. جدی؟ از همه از راه نمایی من معلمش بودم، برای همین حس خودم دارم. جدی هم چیزی؟ ازدن سنه، ایشون هم همون 11 جدی میگی؟ بله ایشون هم بودم 7 یا 8 ایشون اول راه نمایی تو چگه دارم نبه، مادر بزرگ بزرگ، چه مادر بزرگای جوانی. اما خیلی از مدارس در ایران کلاس های سرود و موسیقی داریم، مخصوصا برای بچه های نخبه. این همه بچه های دبیرستان های سمپا دارن. این تیز روشا نازنن چشم خمارنگ علی. بعد از اینکه همه گروه ها در این سه شب به نمایندگی از کشورهاشون روبروی داوران جشنواره برنامه اجرا کردن، وقت بزن و بکوب شد، هم بین مردم و داورا و تماشاچیا و خلاصه موزیسین ها، و هم در صحنه بزرگ میدان تاریخی ریگستان که از دوره تیموری به یادگار مونده. بالاخره 11 داور که در زمینه‌های مختلف هنری تخصص داشتند برندگان رو تعیین و جوایز رو اعلام کردند. راحت میشه گفت که نصف شرکت کنندگان این جشنواره جایزه گرفتند و رده‌بندی هم بسیار رنگارنگ، متفاوت و عجیب بود. مثلا کره جنوبی جایزه بهترین لباس سنتی رو دریافت کرد. جوایز این جشنواره ترانه شهر خیلی جالب بودن. بعضیشون سرخط‌های متضادی نسبت به هم داشتن، مثل تقدیر از نوآوری در سبک سنتی که نصیب گروه استونی شد، و درست برعکسش وفاداری به سنت‌ها که نصیب ایران شد. جایزه های جشنواره سه قسمت داشت: تقدیر نامه، وجه پولی و یادگاری از شهر سمرقند. در رده سوم گروه بدخشان از تاجیکستان همراه با گروه عیارخان از روسیه جمهوری یاقوتیه جایزه دریافت کردند. در کنارشون هم به هنرمندان ازبک عزیزجان عبدالعظیموف و اولوغبیک جایزه داده شد. در مقام دوم هم مشترکاً دو گروه جایزه گرفتن: گروه ارچابیل از ترکمنستان و همینطور مغولستان. گروه زنان حتن جایزه دوم رو گرفتند. در این جشنواره کاشف امن اومد که هر مقامی دو نفر یا دو گروه برنده داره، دو تا مقام سوم، دو تا مقام دوم و دو تا مقام اول. در مقام اول برادران کوموسچلر از قرقیزستان جایزه دریافت کردند و همینطور پرویز قاسموف از جمهوری آذربایجان، از اونانی ترین هنرمند جشنواره. اما غیر از اون رده‌بندی ها جایزه برتری هم بود و هنرمند برگزیده ای که در این دور 12 جشنواره دو سالانه ترانه شرق، این جایزه برتر به دانشجوی نجوم رصدخانه ملی ازبکستان اهدا شد، خانم مهرنگار عبدالرشیدوا نوازنده دوتار. چشم خمارت شبومه زنم زار و زارت منمه صدقه چشم خمارت شبومه زنم زار و زارت منمه صدقه چشم خمارت شبومه زنم زار و زارت. جایزه برگزیده، هنرمند برگزیده این جشنواره خانم مهرنگار هستش و ایشون با همگه نواختن دوتار میزنن، درسته؟ شما دوتار میزنید؟ از 12 شروع کردن و چه احساسی دارن در مورد برنده شدنشون؟ اصلا انتظار داشتن برنده بشن؟ این برای من یه خبر ناگهانی بود، واقعا غافلگیر شدم، چون اجرا در این صحنه اصلا آسون نبود.
آرزو میکنم که خیلی ها بتونن مثل من اینجا بیان و موفق بشن. دوست دارم بدونم که چطور شد که مهرنگار ساز دوتار رو انتخاب کرد. شاید به این خاطر باشه که من توی خانواده هنرمند به دنیا اومدم. پدرم نوازنده معروف نی ازبکستانه و تو خانواده‌مون هر کسی یه سازی میزنه و منم بینشون دوتار رو انتخاب کردم، چون که دوتار وقتی تو دست منه شاده، همدم و هم صحبت منه. با این دوتار دردام رو امشب بازگو کردم و این مورد قبول داورا قرار گرفت و منو انتخاب کردم. و اینکه آیا فکر میکنه که برنده شدنش در این جشنواره جوانهای دیگر رو تشویق میکنه که سازهای سنتیشون رو ادامه بدن؟ البته من با تمام قوا میخوام به جوانان ازبکستان و جوانان کشورهای دیگه این ساز رو یاد بدم و ازشون میخوام که این سازهای سنتی رو حفظ کنن. Thank you. خیلی متشکر. واقعا عالیه. شما بخواهی عکس بگیرید. دست کنید. عکس بگیرید. Hey guys, how you doing? How do you feel, man? I'm very glad that you got some award, really, yeah, honestly. Right? We were honored. And it's a special award from the... The mayor. The mayor. Yeah. So what is it? Let's see. We enjoy it. Is it your ready award? For this? Oh, it's beautiful. Got your sunglasses on? Yes. No, there's not enough gold. طلا نیستیم، به خودی دل بسته بودن. Congratulations. Thank you so much. حالا میتونیم نشه بگیم که موسیقی آمریکایی نوعی موسیقی محلی از نوعی که بچه ها اجرا کردن جا داره در چنین جشنواره هایی. It is truly an honor. که من کارشون خیلی دوست داشتم برای اینکه این روحیه متفاوتی توی ساز آوردن، ساز ملی و میهنیشون رو. این هم جایزه شونه که ما نمیدونم چی نوشته، ولی این هم گرفتم. $5,000 هم گرفتم. پول بدی نیست توی غیر دستان. تبریک. تولد شهریوریه. تولدش مبارک. بزنین چندم شهریور داریم فیلم میگیریم. 8 شهریور هستش. گفتن. بها مبارک باشه. حالا گروه دیگری که کاملا متضاد با این بچه ها فکر میکنه آن سوی میدان. اساتیدتون خودشون همه دارن میگن شما بهترین جایزه این جشنواره رو گرفتین از دید ما. تمام داوران میگن دلیلش اینه که شما تنها گروه پایبند به جشنواره بودین و پایبند به اصول خودتون و سنت خودتون. خیلی متشکرم. گروه هرای سپاس. اتفاق خاصی در ریگستان افتاد امسال. این جشنواره در منطقه اتفاق افتاد و اتفاق باز هم خواهد افتاد که بسیاری از کشورانش میراث فرهنگیشون رو دارن میزدایند یا بهش رسیدگی نمی کنند یا حتی فرهنگ جدیدی رو که خودشون تایید می کنند دارن جایگزین فرهنگ سابق و باستانی کشور خودشون می کنند. در منطقه هستیم که حتی مردمش در بعضی از کشورها فرهنگ خودشون رو دفن می کنند و فرهنگ دیگران رو به خودشون می گیرند، به این تصور که فرهنگ اونها درست تر از فرهنگشونه. و چنین جشنواره هایی بی نهایت با ارزشه. به قول یک نوازنده هندی اونجا گفت یکی از جذابترین امروزی ترین اتفاقات زندگی سنت های ماست و ما باید بدونیم که چطوری بازآفرینش بودیم و ما اینجا خیلی چیز یاد گرفتیم و فهمیدیم که چقدر ریشه کشورهای دیگه ریشه های زیبایی هستن و میتونیم ما هم به خودمون ببالیم و ریشه های خودمون تقویت کنیم. و این بود پایان یک جشنواره 3 روزه و پایان دیدار ما از کشور ازبکستان، شهر سمرقند و آهنگ هایی که در این صحنه اجرا شد و ذوق و شوق مردم. Jackson, killing me, mom, bullet this, bubble this, yeah.